درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 367مین اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و بعد فصلی اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته می شود. سقف خاصه هر انسانی سطح زندگیشو تعیین می کنه. سیر ماندن شکم کف خاصه های انسانی است و وقتی سطح به کف برسه انسانیت له میشه. اقتصاد سالم، عدالت، شادی، رفاه و حتی شکم سیری با کیفیت بهتر نتیجه خواست آزادی است. لذت بردن از زندگی تنها در آزادی امکان پذیره. ترکیب آزادی و خرد توان جامعه رو به حد اکثر میرسونه و ارتقاء سطح خواسته ها از شکم به آزادی کیفیت زندگی رو بالا میبره. در برنامه این هفته مصاحبه تلویزیونی هفته گذشته رئیس جمهور نظام مقدس با عملکرد دولت و اخبار روز کشور تطبیق داده می شود. دوشنبه شب هفته گذشته برابر با 26 مهر ماه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 3% نظام اسلامی در مصاحبه تلویزیونی سخنانی بر زبان آورد که جالب بود. مخصوصا زمانی که اخبار کشور و سخنان دیگر مسئولان نظام کنار آن قرار بگیرد. کنترل تورم و وضعیت گرانی در جامعه هستش و مسئله معیشت و سفره مردمه که دغدغه روزانه بنده است، اگر نگم این که دغدغه هر ساعت من هستش. واقعا شما روزانه دنبال میکنم؟ من روزانه دنبال میکنم، ساعتی دنبال میکنم، اصلا من رصد میکنم. مثل ستاره شناسا رصد میکنه وضعیت گرانی کشور رو. برای اینکه از نتیجه این رصد کردن اقتصاد کشور توسط رئیس جمهور نظام مقدس آگاه بشیم، لازمه یه سری به بازار بزنیم و به حال و روز مردم نگاهی بیاندازیم. کاهش قیمت توه، ولی بشه که دوباره افزایش پیدا نکنه دیگه. 2 تومان ارزون میکنم، 5 تومان گرون میکنم. البته در برخی از خرده فروشی ها عرضه 3 قلم محصول لبنی که قرار بود 10% کاهش قیمت داشته باشند چشمگیر نبود. ماسه 2.5 کیلو گفتن که اکثر شرکت ها ندارن و شیر کیسه 900 گرمی گفتن بازم شرکت ها اونو ندارن. فنی 450. در نظام اسلامی اینجوریه، یعنی اینجوری اجناس ارزون میشن. 3 تومن میارن پایین، 5 تومن میبرن بالا. دیگه خیلی زور بزنن و بخوان به مردم یه حال خوبی بدن، فقط قیمت 3 قلم از محصولات لبنی رو 10% کاهش میدن. همین محصولاتی که یه سالی 100% گرون میشن، 3 قلمشون رو 10% ارزون میکنن. 3 قلم هم یعنی 3 جور بسته بندی خاص. مثلا ماست 2 کیلویی 10% ارزون شده، ولی ماست 1 کیلویی همون کارخونه گرونتر هم شده. برای همین یه سری از مغازه‌ها اون جنس ارزونا رو ندارن، تموم میکنن یا نمیارن. درست مثل این که مسخره کرده باشن مردمو. چرا ندارن؟ شرکت‌ها تولید نمی‌کنن؟ یعنی نه. شما از اون اقلام دارین؟ نه ما نداریم. کارخونه ها بر اساس اون تعهدی که داشتن دارن تولید رو بر اساس اون قیمت انجام میدن، ولی یک کم مسئله داریم در حوزه عرضه. اون هم برمیگرده به این که به دلیل کاهش سود عرضم به حضورتون که عرضه کنندگان خرده فروش ها و فروشگاه های زنجیری کمی اقبال و انگیزه برای دریافت این کالا و فروشش کم شده. توجه کردی؟ اینجوری به مردم تخفیف میدن، از جیب فروشنده و پخش کننده جزء یا از جیب خود مردم. در حکومت اسلامی اینجوریه، کسی یقه اون شرکت هایی که به واسطه نزدیکی با مسئولین تراز اول نظام موفق شدن ارز 4200 دریافت کنن و نمیگیره. دست دلالای حکومتی رو قد نمی کنن. آقای دکتر، این ارز 4200 یا ترجیحی رو بالاخره میخواین حذف کنین یا نه؟ چون تقریبا دیگه الان خوشبختانه یه اتفاق نظر و اجماعی در کشور هست که پاشیدن ارز 4200 هیچ مشکلی از اقتصاد ایران که حل نکرده، هیچی، به فساد و رانت و اینها هم دامن زده. بله همه هم میدونن انقدر عادیه این فساد که با لبخند ازش یاد میکنن. یه 20-30 میلیارد دلار هر سال میدن به یه مش مجیزگوی نظام ولایی تا از محل معنویات نهفته در اختلاف ارز 4200 با ارز آزاد شکم گندشون رو برگنن که پرم نمیشه. هر سال میان باز دو مرتبه با یه ترفند جدید دوباره میگیرن. بعضی وقتا هم اصل و فرعش رو با هم میخورن. ارز 4200 تومانی بود که در سال 97
با مصوبه هیئت دولت به کالاهای اساسی و غیر اساسی داده شده بود. مجموع ارزی که در سال 97 داده شده به صرافی ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی 31 میلیارد دلار بوده. توجه کردی؟ 31 میلیارد دلار فقط در یک سال به کالای اساسی و غیر اساسی و به وارد کننده و صرافی ارز 4200 تومانی پرداخت شده. یعنی همینجوری دستشون کردن تو خزانه کشور و دلار سبز رو بردن بین خداشون تقسیم کردن با نرخ 1/4 قیمت. الان که شده 1/6 قیمت. اونا هم حتی از 1 سنتش نگذشتن، یعنی اونایی که این ارز رو گرفتن. این 31 میلیاردش رو با نرخ آزاد فروختن به مردم. یعنی حتی یک قلم کالا رو با ارز 4200 تومانی به مردم عرضه نکردن. یه چند میلیارد دلارش هم با اصلش خوردن. از این 31 میلیارد دلار حدوداً 4.8 میلیارد دلارش ما به ازای واردات کالا نداشته. عرض نکردم اصل و فرعش رو با هم میخورن؟ حدود 5 میلیارد دلار فقط در یک سال گم شده که هیچ وقت پیدا نشد. یعنی اومدن یه توضیحاتی دادن ولی 4.8 میلیارد دلار رو نشون ندادن چی شده. آقای القاسی‌مهر در این حال گفت بانک مرکزی مدعیه که بخشی از پولای برنگشته خرج خدمات شده. بانک مرکزی نسبت به این میزان به هر حال نسبت میزان و مقدارش بسهایی داشتن که مدعی بودن بخشی از این ارز صرف به هر حال خدمات شده که هیچ گونه استناد و یا مدرکی که حاکی از این برای چه نوع خدماتی برای چه میزانی در واقع اختصاص بده تاکنون به ما اعلام نشده. همینجوری ماسمالی گران رفت به کارش. از سال بعدش هم دیگه حساباشون رو به دیوان محاسبات نشون ندادن تا یه رئیس جدید براش انتخاب کنن. آبروریزی نکنه اینجوری. بعد از فشار افکار عمومی بالاخره رسما قبول کردن در بانک مرکزی جمهوری اسلامی فساد اتفاق افتاده که رسیدگی به اون فساد موکول شد به بعدن. آقای ولی‌الله سیف در واقع رئیس وقت بانک مرکزی هستن به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق غیرقانونی ارز به 10 سال حبس محکوم شده. سید احمد عراقچی فرزند سید مرتضی معاون وقت بانک به 8 سال حبس محکوم شده. رئیس بانک مرکزی و معاونش که برادرزاده عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد دولت جمهوری اسلامی در برجام بود به جرم فساد محاکمه شدند. یعنی اینقدر وضع خراب بوده که ماسمالی خالی جواب نمیداد و نظام اسلامی مجبور شد برای رد گم کنی هم که شده یه دادگاهی برگزار کنه و 2-3 اسم دهن پرکن رو همینجوری محاکمه کنن تا بلکه قائله این فساد حکومتی بسته شه. سخنگوی قوه قضاییه گفت اتهام این دو نفر برهم زدن آرامش بازار ارز و فراهم کردن شرایط فروش غیرقانونی ارز به میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو است. توجه کردی؟ در نظام اسلامی میلیاردی گم میکنن، میلیونی محاکمه میکنن. یعنی همین 150 میلیون دلار و اون 20 میلیون یوروه پیدا نشده. فقط سر صدا میکنن که مردم فکر کنن اینا آدم شدن. با فساد مبارزه میکنن. دست و پا میزنن مردم متقاعد کنن که دیگه دولت جدید اومده و قرار همه چی درست شه. آقای زنگنه و خانم ابتکار نه تنها باعث تشویش از آن عمومی، اشتباه محاسباتی و خسارت میلیاردی به بیت المال شدن، بلکه موجب تضییع حقوق عامه و ایجاد موانع برای کارکنان وظیفه شناس در انجام وظایف محوله شدن. از دستگاه قضایی درخواست می شود نسبت به تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات مقرر قانونی نامبردگان اقدام مقتضی به عمل آورد. اون موقع که این فسادها داشت اتفاق می افتاد اینا مرده بودن، لال بودن دو کلمه حرف بزنن بگن داره فساد اتفاق می افته. 2-3 سال باید بگذره تا یه پرونده سوری باز کنن و یه حکم علکی ببرن 2-3 سال بعدش و اونا هم مثل رحیمی و بقایی و رحیم مشایی و مهدی هاشمی یه زندان علکی برن. همه چی نمایشیه در نظام مقدس. پولی که تا کنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم رفته دست چند تا دلال در کشور
همه این رو واقفن. عرض نکردم همه هم واقفن. خود رئیس جمهوری نظام اسلامی هم تایید میکنه که 4 دلال اخلال میکنن در نظام اقتصادی کشور. و دلیل اینکه کسی نمیفهمه این 4 دلال کیان و به کجا وصلن و فقط به عنوان 4 دلال به وجودشون اشاره میشه اینه که این دلال ها حکومتی هن. یعنی به مسئولین درجه 1 نظام مقدس وصلن. فقط این میتونه باشه دلیلش. نه اسمی از این دلال ها برده میشه و نه جلوشون گرفته میشه. یعنی مسئله ایست که ما باید حتما این رو در واقع اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم. از معجزات نظام اسلامی اینی که حزب اصولگراش هم معتقد نظام باید اصلاح شه تا مشکل مردم حل شه. اصولگرایان افتادن دنبال اصلاح نظام اسلامی و اون تأکیداتی که رهبری معظم انقلاب 2-3 قبل فرمودن بارها هم تکرار کردن که باید اصلاح ساختار بودجه بشه. این اصلاح کی میخواد اتفاق بیفته؟ مهمترین رکن اقتصاد حکومت یعنی نظام بودجه ریزیش نیاز به اصلاح داره، اونم نه اصلاح معمولی، اصلاح ساختاری. دلیل احساس این نیاز اینه که انقدر سوراخ قانونی در بودجه تعبیه شده که بودجه کشور شده مثل آبکش، هرچی از این ور بریزی توش از اون ور میره تو جیب مسئولی، چیزی برای اداره کشور باقی نمیمونه. در یک کلام فسار افسار گسیخته دلیل نیاز به اصلاح ساختاری بودجه کشور، یعنی نظام بودجه ریزی کشور. اما از اونجایی که خود فاسدان یعنی همون کسایی که این سوراخ رو تعبیه کردن قراره این نظام رو اصلاح کنن، این اصلاح هیچ وقت اتفاق نمیفته. اصلاح ساختاری میخواییم بکنین، ولایت فقیر رو از قدرت خلق کنین، 3/4 این فسادی که میخواین اصلاح ساختاری کنین از بین میره، تمام رانت ها و امتیازات ویژه یه سرش میرسه به بیت رهبری، همون ولایت فقیه. سال 84 نمایندگان مجلس هفتم در قانون برنامه ششم توسعه طرحی را به نام از کجا آوردی برای رسیدگی به اموال مسئولان در دستور کار قرار دادند. این طرح سرانجام خرداد سال 86 با کش و قوس‌های فراوان و تغییرات مخصوص با نام رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس به تصویب رسید، اما به علل مختلف اجرایی نشد. اون موقع هم دولت اصولگرا اومده بود سرکار و شعار اصلاحات میداد، از جمله برای جلوگیری از فساد مسئولین، مسئولین جمهوری اسلامی ها، همینا که یه جای مهر عبادت رو پیشونیشون داغ شده، همینا از بس فساد و دزدی میکردن گفتن از این به بعد باید اموالتون مشخص شه، داراییاتون شفاف شه. از سال 84 یعنی 16 سال پیش شروع شد این طرح که فقط 2 طول کشید تا اصلاحات خود طرح به پایان برسه. یعنی مثلا یه سری از مسئولان و مسئولیت ها مستثنا بشن از این شفافیت دارایی ها. سال 1391 در مجلس شورای اسلامی با پیگیری نمایندگان مجلس هشتم قانونی مصوب شد که بر اساس آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری، اعم از شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران باید اموالشان را به قوه قضاییه اعلام کنند. عرض نکردم یه سری مسئولان مستثنا کردن؟ شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و فرمانداران باید اموالشون رو گزارش بدن تا شفاف شه مثلا، ولی رهبری و اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس خبرگان و رئیس قوه قضاییه و رؤسای بنیادها و نهادهای حکومتی مثل بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و آستانهای امامزاده ها و امام هشتم هیچی. همینایی که معافی مالیاتی و امتیازات رانتی میگیرند و سالانه میلیاردها دلار معنویات به جیب میزنن اصلا صحبتی ازشون به میون نمیاد. تصویب همین قانون نصف و نیمه هم از 86 تا 91 یعنی 5 آزگار زمان برده. وقتی قراره با فساد خودشون مقابله کنن اینجوریه. سرانجام این طرح برای اظهار نظر نهایی به مجمع می رود و 9 آبان سال 94 مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفسنجانی این طرح را به تصویب می رساند، البته با قید محرمانه بودن لیست اموال. بله، بعد از 10 کش و قوس، یعنی از 84 تا 94 طرح قرار بود به اموال مسئولان رسیدگی کنه تا شفاف بشه اموال مسئولان و مردم بفهمن مسئولان دزدی میکنن یا نمیکنن، با شرط محرمانه بودن تصویب میشه. یعنی فقط کسایی که محرمن میتونن از دارایی مسئولان سر در بیارن. کیا محرمن؟ خود دزدا، یعنی ببخشید
خود مسئولین. فقط خودشون حق دارن بدونن اموال خودشون چقدره، که حالا اینو انداختن گردن شیخ علی اکبر که محروم شده، مرحوم شده. تحریک مجلس شورای اسلامی به برای مجمع فرستاده بود، اصلا بحث افشا برای مردم وجود نبود. حالا ممکنه بعضی وقت قوه قضاییه لازم بدونه که در اختیار مردم بذاره، یا لازم بدونه که دادگاهی تشکیل بشه که برن رسیدگی بکنن. در حقیقت ما دیگه وارد این جزئیات نشدیم، ترجیح دادیم که حتما این مسئله در قوه قضاییه بماند. بله، اصلا بحث شفافیت نبوده یه، همینجوری میخواستن ببینن اموال مسئولین چقدره برای خودشون، لابد برای اینکه حواسشون باشه یه وقت از همدیگه عقب نیفتن. باید همه اموال و دارایی مسئولیان کاملا مشخص باشه و اعلام بشه به مرجع که معمولا قوه محترم قضایی است و همه ما تحت مراقبت باشیم. منتها این که توی مثلا فکر بکنید تو رسانه‌های شما، مثلا من چند تا کفش دارم، چند تا خونی داریم، خب اینا که خیلی مختزی نیست. البته اینکه مسئولان چند جفت کفش دارن مهم نیست، ولی قطعا اینکه چند تا خونه دارن بد جوری مختزیه، چون با پول خونه مسئولان میشه چند صد هزار جفت کفش خرید. ولی خب با همین ترفندها قانون شفافیت اموال مسئولین جمهوری اسلامی ماسمالی شد، رفت پیکارش خیلی راحت و با پر روی تمام اومدن گفتن دارایی مسئولین محرمانه است، یعنی به مردم مربوط نیست. تنها دلیل محرمانه بودن دارایی مسئولین دزدی مسئولین نظام اسلامیه از اموال مردم، دزدی که سبب شده انقدر اموال و دارایی های مسئولین متورم بشه که مجبور شن از مردم پنهانش کنن. مجلس 11 در باره محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است. فرایند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان محترم در این خصوص تصمیمی نگرفتند. این تصمیم مربوط به مجلس 8 است و در فرایند دیگری بررسی و تصویب شده است. خب چرا شما تصویب نمی کنین شفاف شه؟ شما که اینقدر شفاف و فساد ستیزین، بفرمایین چرا مردم نباید از دارایی شما و مسئولان دیگه خبر داشته باشن؟ در مردم سالاری دینی کسی حق نداره این سوالات رو طرح کنه. در جا یه برچسب جاسوس اسرائیل میچسبونن رو پیشونیش. خلاصه یک تکنیک قدیمی نظام مقدس بعد از اینکه توجیه و انکار جواب نداد اینه که خرابکاری ها رو بندازن گردن یکی دیگه. این شرایطی که ایجاد شده میدونین مثلا مربوط به تصمیماتی است که از قبل گرفته شده، آثار تورمی تصمیمات قبل که انجام شده امروز داره در بازار در سود سفره مردم پیدا میشه. عرض نکردم تورم و اقتصاد افتضاح رانتی هم تقصیر تصمیماتیه که در دوره قبل گرفته شده. قبلی هم همینو میگفتن. طی سالهای گذشته موقعیت‌های استثنایی را از دست دادیم. البته در سالهای گذشته تعامل با جهان در بخش اقتصاد بیشتر به مفهوم تسهیل در واردات بوده. دولتی که پولدارترین دولت بوده متاسفانه بدهکارترین دولت بود. ببینید در سالهای قبل ما اشتغال خالص ما تقریبا صفر بوده. توجه کردی؟ این تکنیک متداول مسئولان نظام مقدس برای انداختن تقصیر گردن یکی دیگه است. و جالب اینجاست که اون یکی دیگه هم که همه اشکالات تقصیر اونه راست راست برای خودش میچرخه. ممکنه که برخی بگن شما هم دنبال این که با گله گذاری کار آغاز بکنید. لذا من نشان دادم، گفتم برای که بدونید چه وضعیت و شرایط تحویل ما شد، فقط نگاه کنید هم به سفره ها، هم نگاه کنید به ارزش پول ملی، هم نگاه کنید به میزان بدهکاری دولت، هم نگاه کنید به میزان کسری بودجه، بعد ببینید چه وضعیتی تحویل ما شد. بله اصلا خودتون شاهد. ببینید سفرتون چقدر کوچیک شده، خزانه کشور خالی شده، ارزش پول ملی کم شده، بدهی دولت بیشتر شده. همه اینا تقصیر تصمیمات ابلهانه رهبر فرسودگان نیست، تقصیر دلال‌های وابسته به نهادهای امنیتی نیست، تقصیر درجه داران قاچاقچی نیست، تقصیر پافشاری بر پیشبرد برنامه زیرزمینی هسته‌ای
و آتش پراکنی در لبنان و یمن و عراق و سوریه نیست، تقصیر دولت قبلی. وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران با نقض قانون ایجاد انحصار تخلف نمودند که به همراه آثار اقتصادی نظام مغایر قانون نیازمند رسیدگی است. وزارت صنعت و اداره گمرکات و وزارت جهاد کشاورزی مملکت فاسد بودند. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزیر نفت و رئیس اداره محیط زیستش هم که قبلش راجع به فسادش دادخواستش خونده شد. با این حساب نصف بیشتر مسئولان اجرایی جمهوری اسلامی در 8 سال گذشته فاسد بودند. یعنی رسماً براشون پرونده فساد باز شده. بله ما رکورد زدیم. بله تا دلت بخواد اینا از این رکورد ها زدن. دولت حدود 3700 تا مدیر عالی داره که به هر حال بعد اینها رو منصوب بکنه. به نظر میرسه که روند انتصابات و تغییر مدیران در دولت جناب علی با یه کندی به تعبیری یا طمأنینه به تعبیری ها. این دو تا دلیل داره. یکیش اینه که انقدر تو این 43 سال گذشته یا 42 سال گذشته فساد کردن و در قدرت موندن، دیگه مدیر ندارن، یعنی دیگه مدیری ندارن که براش پرونده فساد باز نشده باشه. هر کسی که شما دست روش میذاری میگی برای فلان کار خوبه یا نه، بلافاصله از یه جای استعلام میکنی 10 تا 20 تا نقطه ضعف براش میشمارند. توجه کردی؟ این یکی از معضلات پیدا کردن مدیر در نظام مقدسه. هر کدوم 10 20 تا پرونده ناجور دارن. یکی دوتا هم نه، 10 20 تا. اصلا من فرض رو برای میذارم که 4 تا نقطه ضعف هست، اما این 4 تا نقطه ضعف در کنار چقدر نقطه مثبت هستش؟ یک. دو، چقدر رفع شده وقتی نمیدونید و فقط نقطه ضعف میاد. حذفش کردیم، به کجا لطمه زدیم؟ جامعه رو محروم کردیم از خدمت او. بله نقاط مثبت هم دارن این مدیر فاسد ها که همه 3-4 تا نقطه ضعف یا پرونده فساد دارن. بعدش هم مثلا عوض شدن، دیگه قرار نیست فساد کنن. به قول آقای اژه‌ای اینا رو نمیدونیم که مردم از یه مدیر فاسد محروم میکنید. نقطه مثبت داره. بعضی از نکات قوت خیلی اساسیه، خیلی مهمه. این میپوشونه اون نقطه ضعف را. مهمترین نقطه قوت این مدیر فاسدا خودی بودنشونه. نمیتونن بر اساس شایسته سالاری مسئولیت تقسیم کنن که جمهوری اسلامیه، مردم سالاری دینیه. بر اساس بدبستان و گرفتن سهم ویژه از فساد این پست‌ها تقسیم میشه. برای همین هم هر چند سال یه بار یه سری مدیر دزد کنار گذاشته میشن و یه سری مدیر دزد جدید سر کار آورده میشن. بنده یکی از اشکالاتی که بعضی ما میگن فلانی گروه نداره، یه دسته خاصی، یه حزب خاصی. من واقعا به دنبال شایسته سالاری بودم و بعد از این هم دنبال شایسته سالاری هستم. دقیقاً همه، هر یکی از یکی شایسته تر، منتها این شایستگی مطلقاً مربوط به تخصص در پستی که بهشون محول میشه نیست. مثل خود رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس و بقیه مسئولین برجسته نظام مقدس. این شایسته سالاری همونیه که اژه‌ای بهش میگفت نقاط قوت. جناب آقای رئیسی، یکی از اشکالاتی که به کابینه جناب عالی وارد است این است که با این تیم اقتصادی که فقط از دوستان نزدیک خود انتخاب کرده اید نمیتوانید به جنگ این مشکلات اقتصادی بروید. تیم اقتصادی شما متشکل از افرادی است که همراه جناب عالی در آستان قدس رضوی یا استاد اجرائیات بودند. توجه کردین چطور مدیر انتخاب میکنن در نظام مقدس؟ بعدم میگن اینا شایسته بودن یا نقاط قوت خوب دارن. حیف جامعه رو از خدمت اینا محروم کنیم. خلاصه این وضعیت مدیریت نظام مقدس. اینا همش هنر نظام اسلامی است. واقعا در هیچ نظام دیگه‌ای با این غلظت یافت نمیشه اینا. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 3 درصدی نظام مقدس، در این مصاحبه گریزی هم به سیاست خارجه زد. اون چیزی که امروز داره بعد از اخراج امریکایی‌ها در افغانستان اتفاق میفته مسئله داعش هست. بله، مسئله داعش. اتفاقا داعش بعد از خروج امریکایی‌ها از عراق به وجود اومد. درست زمانی که گماشته جمهوری اسلامی نوری المالکی بر عراق حکومت میکرد و سپاه قدس هم بروبیای زیادی به عراق داشت، داعش در عراق ظهور کرد
ضمن حمله به مناطق نفخیز شمال عراق کمک بزرگی هم به بشار اسد کرد در سرکوب مخالفان حکومت اسد. بهانه خوبی هم شد برای جمهوری اسلامی برای توجیه دخالت نظامی در سوریه که از 2 سال قبل شروع کرده بود. اما با آمدن ترامپ به کاخ سفید ورق برگشت و داعش شکست ناپذیر که خیلی راحت دومی شهر بزرگ عراق و تسخیر کرده بود و از راه ترکیه نفت صادر می کرد، هیچ کس هم به کارش کاری نداشت، شکست خورد و فرماندهان و رهبرانش، یعنی رهبران ارشدش، به دست ارتش آمریکا کشته شدند. پیروزی دلچسب، موج قدردانی و تبریک ها بابت شکست میدانی داعش بلند و بلندتر شده. مراجع اعزام تقلید، حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی شکست داعش در سوریه و عراق رو تحقق وعده نصرت الهی و نعمتی بزرگ خوندند. بیش از 200 نماینده مجلس هم در بیانیه خطاب به رهبر معظم انقلاب از مجاهدت ها برای شکست داعش و به ویژه سردار سلیمانی قدردانی کردند. بله، در ماه های پایانی سال 2017، یعنی کمتر از 1 سال پس از ورود ترامپ به کاخ سفید، داعش در عراق و سوریه نابود شد. اما جمهوری اسلامی که حتی یه تیر به طرف داعش ننداخته بود، به خودش مدال داد و از خودش قدردانی کرد. مراجع عظام در قم تبریک گفتند و رهبر فرسودگان به سردارانش مدال ذوالفقار داد بابت شکست داعش. حالا همون داعشی که از بین برده بودند، بعد از خروج ترامپ از کاخ سفید دوباره متولد شد، این بار در افغانستان، زیر چشم جمهوری اسلامی و عمق استراتژیکش. به عنوان دست ساخته امریکایی‌ها خودتون اعلام کردن که داعش دست ساخته ماست. بله، خب طالبان هم دست ساخته اون است. اصلا هرچی گروه اسلامی افراطی هست در منطقه دست ساخته اون است. اصلا چرا راه دور بریم؟ خود جمهوری اسلامی هم دست ساخته اون است. اگه حمایت‌های بی‌دریغ آمریکایی‌ها نبود، هرگز آخوندهای بی‌سواد آفتابه به دست که نمیتونستن برای کشوری مثل ایران مسلط بشن. خب وقتی که دست ساخته اونا داره در افغانستان بی‌ثبات می‌کنه افغانستانو. ما راهبردمون در افغانستان ایجاد ثباته. آمریکایی‌ها راهبردشون در افغانستان ایجاد بی‌ثباتی در افغانستانه. اینا راهبردشون ایجاد ثباته. یه نقطه دیگه تو دنیا رو نشون بدین که جمهوری اسلامی اونجا حضور پیدا کرده باشه و ثبات به وجود اومده باشه. لبنان ثبات داره، سوریه ثبات داره، عراق ثبات داره، یمن ثبات داره. کجا؟ واقعا کجا است که جمهوری اسلامی پاش به اونجا رسیده باشه و صلح و ثبات برقرار شده باشه؟ دلیل حمایت آمریکایی از جمهوری اسلامی هم همینه. باید برای ناظرین بر وضعیت افغانستان هم روشن باشه که امروز سیاست جمهوری اسلامی، پیگیری های جمهوری اسلامی و اقدامات جمهوری اسلامی امنیت سازه. بله، اونم چه امنیتی؟ خود شهروندان کشور از این امنیت جمهوری اسلامی در امان نیستن. مردم ثروتمندترین کشور منطقه رو تبدیل کردن به فقیرترین های منطقه و بر اساس اعتراف رؤسای جمهورش، دولت‌هاش هم یکی از یکی بدهکارتر. اون وضع مدرسه و حقوق معلم هاست، این هم وضع بهداشت و فضای بهداشتی کشور. آخرین کشوری که واکسیناسیون عمومی کرونا را انجام داد، اونم با نامرغوب‌ترین واکسن‌های موجود در بازار. حتی کشورهای جنگ زده چون عراق و افغانستان هم از جمهوری اسلامی جلوتر بودن در همین واکسیناسیون. جمهوری اسلامی یک نمونه است، یک منطقه آزمایش است، یک آزمون است برای دنیای اسلام. و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهومت. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان کوشا باشید. به صفحات اجتماعی اپوزیت سر بزنید. کانال یوتیوب، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام منابع اصلی انتشار اپوزیت در فضای مجازی هستند و لینک یوتیوب هم هر هفته در صفحه فیسبوک و توییتر به اشتراک گذارده میشه. با سپاس از حمایتتون و کمک رسانی هایی که انجام دادیم. کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. اپوزیت با کمک شما تا به حال زنده مونده. راه های کمک رسانی به اپوزیت روی تصویر به نمایش در اومده، حساب پیپل و حساب بانکی. اگر از خارج آمریکا کمک میکنین، حساب پیپل آسان ترین راهه
و اگر حساب پیپل ندارین میتونین با مراجعه به وبسایت آپوزیت و کلیک روی این آیکون دونیت با کردیت کارتتون به آپوزیت کمک برسانید. با سپاس از کمک های شما. هفته آینده آپوزیت ساخته نخواهد شد و از هفته بعدش مجدداً ادامه میدیم با هم. تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.